برای اینکه فاصله هایی که ما با خدا گرفتیم کم بشود، برای اینکه به خدای خودمون نزدیک بشیم، سه تا بدهی داریم که این سه تا بدهی رو بعد بدیم. بدهی اول، بدهی ما به بنده های خدا. بعضی ها میگن خب خدا را شکر این یکی رو که من ندارم، من دینی گردنم نیست. کی گفته؟ کی گفته؟ میتونم با جرأت بگم که هممون دین گردنمون. بدهی دوم ما به نفسمونه. ما به خودمونم بدهکاریم. شنیدین در قیامت دست ما حرف میزنه، پای ما حرف میزنه. ما به خودمونم بدهی داریم. چجوری؟ چشمی که من باهاش به ناموس مردم نگاه کردم، من به این چشم بدهکارم. این چشم در قیامت حرف میزنه. ما کلیمی ها، مسیحی ها، هر سه معتقدیم که اعضای بدن ما در قیامت حرف میزنه. چشم من در قیامت شکایت میکنه، خدایا من نمیخواستم به اون نامحرم، به ناموس مردمی که یه آب و رنگی داشت نگاه کنم، فرهنگ وادارم کرد. ای منو اینجوری چرخون، من دیگه خب بد نگاه میکردم دیگه. گوش من از من شکایت میکنه، من دوست نداشتم غیبت بشنوم. فرهنگا هی میدید کجا غیبت میکنن مینشست، بگو بگو. پای من از من شکایت میکنه، من دوست نداشتم مجلس حرام برم، گناه برم، دنبال ناموس مردم برم، دنبال رشوه دادن و گرفتن و ربا خوردن و گرفتن. فرهنگ وادارم کرد. چی کار کنیم؟ ما به خودمونم بدهکاریم. بعضی ها یه کارایی میکنن خیلی خنددار، مثلا غیبت کرده، فلفل میریزه تو دهنش، بیا آدمت میکنم. بابا این زبون که آدم نمیشه که. سوزن میزنه رو زبونش، به چش. اینا دیوانه بازیه. همچی چیزی تو دین اسلام وجود ندارد. دین میگه ببین با چه عضوی خطا کردی، اون عضو رو وادار کن به کاری برخلاف اون اشتباه. با چشمت نگاه کردی به ناموس مردم، حالا با چشمت بگرد ببین کجا گرهی هست که میتونی باز کنی، کجا انسانی هست که میتونی دست او رو بگیری. دین میگه با پاد رفتی دنبال ناموس مردم، با پاد رفتی دنبال خطا، حالا با همین پا را بیفت دنبال گره گشایی، دنبال کمک، دنبال خیر. هر عضوی رو که باش خطا کردی اون عضو رو وادار کن به کار خوب و خیر. بدهی سوم ما بدهی به خداوند است. حق الله، نماز نخوندی باید بخونی. خدا میبخشه و از این خبرها نیست. 20 سال نماز قضا داری، شروع کن به خوندن. روزه نگرفتی 10 سال، حالا فهمیدی بعد روزه بگیری، بگیر. در طول سال یواش یواش روزه هاتو بگیر. خمس ندادی، خمس بدم کی بخوره؟ اون دیگه به من و تو ارتباطی نداره، فرمان الهیه و جزو فروع دینه. کسی که خمس نمیده با کسی که نماز نمیخونه هیچ فرقی نداره، چون هر دوش فروع دین و واجبه. چه؟ اونو دیگه بعد برین سراغ کسی که ازش تقلید میکنید بهتون بگه. حالا از من حکم شرعی نخ. بله؟ نه، اینا همه تحریف در دینه، همه تحریف در دینه. که خمس رو بعد به امام زمان بدیم همش چیزی وجود نداره. خمس از زمان رسول خدا واجبه. پیامبر فرمودن جزو فروع دین است و فروع دین همش باید انجام بشه و هر مسلمانی هر کدوم از فروع دین رو انجام ندهد عمل حرام انجام داده. خمس، نماز، روزه، زکات، جهاد. جنگ میشه باید بری؟ نه، جهاد اون موقع مثل نماز خوندنش فرقی نمیکنه. به هیچ وجه ما سندی نداریم که خمس رو باید به امام عصر داد. اینا از اون تحریفاییه که تو دین کردن. خمس واجبه. روایات صریح داریم که کسایی که خمس نمیدن کل زندگیشون حرامه. پولی که داری حرومه، خونه‌ای که داری حرومه، ماشینت حرومه، نونی که میخوری حرومه. روایات صریح داریم. حالا دیگه کسی میخواد نده، داره فرمان خدا رو. آیت الله مرعشی نجفی، او چقدر مقلد داشتن، مخصوصا سمت تبریز و آذربایجان و اینها. فوت کردن و حج نرفتن. وقتی از این دو بزرگوار پرسیدن چرا حج نرفتید، گفتن ما واجب الحج نشدیم، پول نداریم. بابا این همه مردم
روزی چند صد میلیون به حساب شما پول میریزن. بله، ولی ما فقط واسطه ایم، از این دست میگیریم، این که پول ما نیست، ما اینجوری ردش میکنیم. قرار نیست آقای بهجت این پولو بخوره، او فقط واسطه رسوندن به دست یکی دیگه است. همین. چه؟ مالیات ربطی به خمس نداره. مالیات شما حقوق میگیری، یه قسمتی از این حقوق مال مملکتته. توی همه دنیا، تو آمریکا هم شما کار کنی، مالیات آمریکا مالیاتش 10 برابر ایران. سومین بدهیمون هم به کیه؟ به خداست که باید بریم تسویه کنیم. تعارف نداریم، خمس ندادی، روایت صریح داریم، تو به خدا مدیونی. چون خدا میگه، حدیث قدسی داریم، خدا میگه مردم خانواده منند، حدیث قدسیه. تو به خانواده خداوند بدهکاری، یعنی بدهکاری به خود خدا، چون خمس ندادی و خدا یقه تو رو میگیره. چرا ندادی؟ جزء فروع دین بود، از زمان پیغمبر من این واجب بوده تا الان، چیزی نبوده که انقلاب بشه مثلا جدیدن کشفش کنن، بوده، خمس همیشه بوده. چرا ندادی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا نماز نخوندی؟ بنابراین بدهیمون به خدا باید جبران بشه.